ببین مثلا آقای کرم رضایی یادم تئاتر اجرا کردن در تئاتر شمع، تو میخوام بهتون بگم مثلا اینجوری نبود که فکر کنیم مثلا الان بیشتر فضای دانشجویی بود، بیشتر فضای دانشجویی. آره بیشتر فضای دانشجویی با آدم مهم کارگردان مهم تئاتر آشنا شدی تو این سالا؟ توی اون سالها بلان البته دانشجوی موقع الان آدمای مهمی ان، ولی اون سال ولی منظورم کارگردان اونجا نه در اونجا آشنا نشدم. اتفاقا من چون کنارش خیلی زود با خانه شماره 13 در واقع در سال 74 آقای اسماعیل میهندوست اتفاقا همجور تو دانشکده مثلا آقای جودی اون موقع فیلم بردار بودن، من سر یه کاری دیده بودم بعد معرفی میکردم برای خانه شماره 13. من سال 75 شاید 22 سالم بود که خانه شماره 13 رو کار کردم. یعنی اولین کار نمایشی تلویزیونی خانه شماره 13 است؟ به این طولانی بله. قبلترش مثلا دارم میگم بهروز بقایی یه کاری میساخت مثلا به اسم ماه مهربان. نه ببخشید ماه مهربان حتی فکر کنم بدتر از خانه شماره 13 است، بدتره. بله مثلا آقای فرهادی مینوشتم، بهروز بقایی کارگردانی میکرد، مثلا من بازی کردم نمیدونم اپیزودی داستان یک شهر خود آقای فرهادی رو بازی کردم، باز اپیزودی. چه نقش بازی کردی داستان شهر؟ یه نقش معتاد. من این جمله رو میگم همه این اینایی که وایرال میکنن اینو روش تاکید میکنن که من میگم من اولین زنی ام که در سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش معتاد بازی کردم. اسم اون قسمت چی بود؟ اسم اون اپیزود اسمشو یادم نیست. اسم نداشت مگه؟ اسم داستان شهر من یادم نمیاد. داستان یک شهر یه کاری بود که 4-5 تا جوانی آره یادم میاد که بعد طرف رو سراغ یه سوژه‌ای آره نه اونو اتفاقا روز اولین بازخورده که من داشتم در مجله فیلم اون سالها فکر کرده بودن که من مستندم، میدونی؟ یعنی بازیگر این معتادی. آره یعنی واقعا فکر کرده بودن. آره یعنی اینقدر قشنگ بازی کردی فکر کردم حالا دیگه نمیدونم ولی چیزه به هر حال. یعنی اولین کار یعنی در چیز بود؟ آره به خاطر همین میخوام بگم یعنی خیلی فضاهای جالبی بود. خانه شماره 13. خانه شماره 13 چی بود؟ خانه شماره 13 سریال بود؟ بله سریالی بود که در ظهرهای خانواده پخش میشد. برنامه دوره خانواده سریالی بود که اتفاقا خیلی به لحاظ کیفیت یه اندازه‌ای بود که سالها تو همین الانش هم هی گهگداری پخش میشه. ها دیدم اسماعیل داورفر محبوبه بیان اصلا اونجا در... گرفت اون بله. اصلا من از اونجا طعم شیرین شهرت رو خلاصه تجربه کرد. طعم شیرین شهرت، اولین طعم شیرین شهرت چی بود؟ اولش این بود که رفته بودم خرید، یه خانمی گفت الهی بمیرم تو که مثل سریالات همقدر تو زندگیت هم داری کار میکنی. خیلی بامزه بود. بعد از خانه شماره 13 که دیگه مثلا سریال حامی رو برای آقای بهمن زرین‌پور بازی کردم، مثلا سریال با من بمان رو برای حمید لبخنده بازی کردم، خیلی متنوع. سریال ایستگاه رو برای منوچهر عسکری نسب که واقعا روحش شاد، چون خیلی چیزا رو از او هم آموختم از آقای عسکری نسب.